عرض سلام و تقدیم بهترین درودها حضور همه شما بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 13 ماه دسامبر سال 2017 و به نزدیک های پایانی سال مسیحی 2017 نزدیک میشیم. این برنامه رو به نام خدا و با درود خدا و روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی آغاز میکنیم و در آغاز برنامه همگام و همصدا با شما خدا رو سپاس میگوییم و شکر میکنیم که این توفیق رو به ما عرضه کرد و این توفیق رو به ما عنایت کرد و ما رو به انجام کاری مشرف و مفتخر کرد که از نقطه نظر پاکی و طهارت و استقلال و صداقت در زمره کارهای بسیار اندکی است که در تاریخ انجام شده. معمولا خدماتی که انجام می شود دارای محدودیت هایی هستند، دارای مشروطیت هایی هستند و اکثرا کمبود امکان باعث می شود که افراد از راه اصلی و مسیر واقعی موقتا یا دائما منحرف بشن. انسان وقتی که موقتا منحرف میشه اونقدر به او پاداش و مزایا داده میشه که بعد از اون انسان نمیتواند که برگردد به نوع زندگی و نوع خدمات قبل از انحراف. در افسانه های شیعه امامیه می آید که در زمان ظهور امام دوازدهم، امام دوازدهم شیعیان، قبل از اینکه او ظهور کند برای اینکه افراد کاملا تصفیه شده باشند یک آزمایشی بر مردم حاکم میشه به نام آزمایش خر دجال. خر دجال عبارت است از یک حیوان بسیار زیبا و فریبنده ای که گفته میشه از هر موی از تن این حیوانی که اولاق باید باشه، چون به اون معنا از او اسم برده شده در روایات و احادیث و اینها، این اولاق رنگ سفید داره، قامت بسیار بزرگی داره و خب طبعا یک اولاق بزرگی رو در نظر بگیرید که تعداد موهایی که به تن این اولاق هست چقدر، چند عدد هست، خیلی زیادی، چندین هزار مو در بدن او داره و از هر کدام از این موها یک موسیقی نواخته میشه، هر کدام از این موها یک سازی میزنند و یک موسیقی میزنند خیلی خوب و خوش صدا و مردم به هوای این موسیقی از منزلهاشون خارج میشن و دنبال این اولاق راه میفتند، دنبال این رهبر راه میفتند و این خر یا این رهبر وقتی که حرکت میکنه علاوه بر موسیقی که میزنه از او فضولاتی هم خارج میشه و مدفوعاتی خارج میشه، به زمین ریخته میشه که به محض اینی که از بدن این اولاق این مدفوعات و نجاسات خارج شد تبدیل میشود به خرمای بسیار براق خوشرنگ لذیذی که
مردم بی اختیار بدون اینکه متوجه باشن که ذات این خرمایی که میخورن چیست، شروع میکنن به خوردن این خرماها و رقصیدن به آهنگی که از موهای این الاغ برمیخیزه. و هر کسی که از این خرما میخوره و به اون آهنگ موسیقی میرقصه، شاخ در میاره و شاخهای بسیار بلند، اونقدر بلند که بعد از یک مدتی بالاخره الاغ رژه میره و کار رهبریش تمام میشه و از اون محل عبور میکنه. مردم به جا میمانند با شاخهای بسیار دراز که میخوان برگردن به منزلشون و بالاخره جشن و پایکوبی تمام شده، ولی چون شاخهای اینها خیلی بزرگه، به هیچ عنوان اینها امکان رفتن به خانه پیدا نمی کنند، چون شاخ اینها از بام هم فروتر بالاتر رفته، فراتر رفته. اینها بر می گردند و آواره می شوند و به صورت عبد و عبید اون اوراق یا رهبر در میان و عابد اون می شن و این رهبر معبود اونها میشه. و به این ترتیب یک نوع سرایت آلودگی و یک نوع دوام انحطاط و انحراف در قالب داستان و افسانه و اینها گفته میشه. در ادبیات غربی ما نگاه میکنیم، این همین داستان خر دجال رو که انسان خودش در اثر عبادت و پیروی خر دجال تبدیل به یک خر دجال میشه. در ادبیات غربی هم بیشتر در ادبیات این سرزمینی که امروز به نام بریتانیا یا انگلستان معروف هست، در اینجا این ادبیات آغاز شده که یک شخصی هست به نام دراکولا، که این دراکولا در واقع نماد وجود خفاشه و خفاش یک حیوانی است که شبکور ما بهش میگیم، خفاش هم میگن، و این حیوانی است که روز کور باید به او گفت. نمیدانم چرا اشتباها شب کور میگن، چون شبها میبینه، شب کوری نداره، روزها نمیبینه و به همین دلیل روزها در مقابل آفتاب روشن میسوزه و از بین میره، اما شبها به فعالیت مشغول میشه و در واقع یک نوع روح شیطانی به نام خفاش هست که در بدن انسان زندگی میکنه و در بدن انسان نمایش پیدا میکنه و ظاهر میشه. و این خفاش خونخوار حیوانی است که علاوه بر اینکه با روشنایی از بین میره و در تاریکی زندگی میکنه، در جسم اون آدمی هم که وارد میشه، اون آدم هم تسلیم اون میشه و روزها در روشنایی نمیتواند زندگی بکند، مجبور است که شبها فعالیت بکند و روزها. در ادبیات قدیم انگلیس اینطور آمده است که در قبرهایی که برای دفن مرده های فردا امروز حفر شده، در اون قبرها زندگی می کنند روزها که کمتر نور به اونها اثر بکنه و صورتهای خودشون روی خاک می گذاشتن. بعدها که بالاخره پیشرفت کردن و اینها، در تابوت که نور نباشه زندگی می کردند و شبها مشغول فعالیت می شدند. خفاش یا شیطان درونی اینها
باعث می شد که زندگی اونها تابع زندگی شیطان باشه، یعنی که دست و پای خود رو، مغز خود رو، ذهن خود رو، بدن و در واقع توان مکانیکی خودشون رو در اختیار شیطان می گذاشتن و تسلیم شیطان می شدن و تبدیل به شیطان می شدن و نمادی از خفاش در بدن انسان می شدند. درست همون تئوری های دینی که در اصل دین یهود و در اصل دین نصارا و در اصل دین اسلام وجود داره که چطور شیطان قالب جسمانی پیدا میکنه و چطور شیطان دارای امکاناتی میشه که اندام مکانیکی پیدا میکنه و توان فعلیت به وسیله ابزار و اسباب مکانیکی پیدا میکنه، یعنی جسم انسان، دست انسان، چشم انسان، سر انسان، ذهن انسان، فکر انسان، پای انسان، معلومات انسان، ثروت انسان، سواد انسان، تمام امکانات انسان در اختیار او قرار میگیره و این بدن و این ذهن و این فکر و این توان امکانات جسمانی انسان، در واقع باید بگیم که امکانات حیوانی انسان که حی هست انسان و زنده هست، اینها در اختیار اون نیرو قرار میگیره. حالا در ادبیات دینی یا بیشتر ادبیات اسلامی از این موجودی که انسان رو در تسلط خودش قرار میده، در تسخیر خودش میگیره و بر انسان چیره میشه و در واقع انسان مأخوذ او میشه و محبوس او میشه و یا عابد او میشه و او معبود انسان قرار میگیره، نیرویی است که در قالب انسان دارای قالب میشه ولی از خودش قالب مستقلی نداره. این روح شیطانی در بعضی از ادبیات به نام خفاش شناخته میشه، در ادبیات نصارا در لغت لاتین لوسیفر گفته میشه به این، در ادبیات یهود بعل گفته میشه، در ادبیات قرآنی هم شیطان به او گفته میشه هم ابلیس به او گفته میشه، که ابلیس عبارت است از همون نیروی شیطانی که دارای لباس میشه، دارای اندام میشه، هم این لباس مانع میشه که ذات شیطان شناخته بشه، میپوشانه خودش رو و وسیله پوشاندن در عین حال وسیله ظهورش، هم پوشش و هم ظهور او همزمان از طریق اندامی انجام میشود که هم دارای حی باشد، حییت، حیوانیت باشد، دارای حیات باشد، زنده باشد و هم دارای اراده باشد و مختار باشد و معقول باشد، عقل داشته باشد، زنده باشد، امکان داشته باشد، جسم و اندام داشته باشد، یعنی انسان باشد. شیطان در این انسان وارد میشه یا خفاش در این انسان وارد میشه یا ابلیس وارد میشه یا لوسیفر وارد میشه یا دراکولا وارد میشه و این وقتی که وارد میشه به بدن آدم قالب انسان رو در تأثیر خودش قرار میده و فرمانده این بدن میشه و باز در ادبیات غربی این بدن تبدیل میشه به یک بدن دیگری که از او به نام کونت دراکولا نام میبرند که یک شاهزاده ای بوده که داستانش طولانی است، وقت ما رو میگیره. فقط این رو میخواهم عرض بکنم که انسان اگر که تابع شیطان بشه برای اینکه یک نیاز جزئی رو برطرف بکنه
این مسیر، قرآن هم همین رو میگوید که وقتی که به شیطان جواز ورود داده شد و شیطان پذیرفته شد، وقتی شیطان پذیرفته شد، تمنای شیطان مرتب اضافه میشه تا وقتی که مثل یک چرکی که در بدن آدم وارد میشه، مثل یک انفکشنی که بدن آدم رو میگیره، دیگه راه نجاتی برای انسان باقی نمیگذاره و تمام بدن رو فرا میگیره و انسان بدنش تبدیل به چرک میشه و خانه چرک میشه. شیطان بدون اجازه انسان وارد انسان نمیشه، اما اگر انسان به او پروانه ورود داد، اجازه ورود داد، بعد از اون انسان اختیاری به شیطان نداره که چقدر وارد شو. کار شیطان تمامی نداره و همه وجود انسان رو تبدیل میکنه به عبد خودش و به این وسیله شیطان معبود انسان قرار میگیره و انسان عابد شیطان میشه. ولی آغاز کار با اینه که انسان میگوید که خب من یک زن نجیبی هستم، همه عمر با نجابت زندگی کردم، الان فرزند من رو میخوان ببرن به بیمارستان و اگر پولی نباشه این بچه میمیره، بیمارستان هم احتیاج به پول داره، شفاخانه احتیاج به پول داره. خب من تا به حال در عمرم زنا نکردم، خطا نکردم، قول میدم که چون زیبارو هم هستم و جوان هم هستم و طالب هم دارم، حالا یک بار مرتکب بالاخره خودفروشی میشم، این تن رو یک بار میفروشم، بعدم توبه میکنم که دیگه از این کارها نکنم، رقمی دریافت میکنم و جان بچه‌ام رو حفظ میکنم و بعد من تن به این کار میدم به عنوان یک زن. این یعنی دعوت شیطان. درست است که نیت شما این بوده است که بالاخره جان یک انسانی رو حفظ بکنید به وسیله‌ای که در امکانات شما بوده و بعد هم توبه کنید و نیت این بوده که برگردید به زندگی شرافتمندانه، اما در عمل چنین نمی شود. شیطان بعد از اینکه وارد شد، خروج او تقریبا تا پایان هستی انسان غیر ممکنه. خطر اصلی اونجاست. باز در ادبیات غربی می گویند که وقتی که دراکولا که باید با خون زندگی بکنه، چون خفاش با خون زندگی می کنه، خفاش یا با خون انسان زندگی میکنه یا با خون پرنده های دیگه، باز در همون ادبیات آمده، در همون افسانه ها آمده، و اگر خفاش خون کسی رو بخوره، اون کسی که خون به خفاش داده خود او تبدیل میشود به خفاش، یعنی در واقع روح خفاش یا جان خفاش یا قدرت خفاش در بدن او خانه میکنه و او در واقع تابع خفاش میشه. درست مثل کسی که با میل خودش خرمایی که از خر دجال خارج میشه میخوره و این خرمایی که میخوره که خرما نیست در واقع، چرکه، فضولات، نجاسات، رنگ خرما داره، شکل خرما داره، مزه خرما داره، ولی خرما نیست، این یک فریبه. وقتی که فریب میخوره، طمع میکنه و این خرما رو مصرف میکنه، در واقع نوعی تابعیته خر دجال یا شیطان رو میپذیره و خود او تبدیل به خر دجال میشه.
و شاخهایی که در میاره مانع میشه که برگرده به زندگی شرافتمندانه. مجبور میشه که تغییر طبیعت بده و در این تحول و در این ترانسفورمیشنی که در او ایجاد میشه هیچ راهی نداره، هیچ کس او رو نمیپذیره مگر به دنبال رهبری همون خر دجال حرکت بکنه. و به این ترتیب لشکر پیروان رهبری خر دجال در اون افسانه های شیعه به وجود میاد. صرف نظر از تفاوت های جزئی در واقع ترتیبی که بین این مثال ها و افسانه ها و اسطوره ها هست، یک موضوع رو همه اینها اشتراک دارن درش و اون یک موضوع این است که انسان فریب طمع خودش رو میخوره و تسلیم به طمع خودش میشه و این تسلیم شدن به طمع او رو در یک مسیر قرار میده که دیگه از اون مسیر راه نجات و راه برگشتی نداره. قرآن میگوید که در همین مثال ها در بخش متشابهات و تمثیلات قرآنی به قوی ترین و محکم ترین این داستان ها اشاره میکنه و میگوید که وقتی که خدا شیطان رو متزلزل کرد، یعنی اون آفریده و اون مخلوق رو با اراده خدا و با اکتساب از اعمال خودش ثباتش رو از دست داد، متزلزل شد و چون متزلزل شد فرو افتاد و چون فرو افتاد در این سراشیبی که یک سر اون بهشت یعنی بالاست و یک سر اون دنیاست. دنیا ریشه عربی دنیا یعنی پایین، بی ارزش نسبت به اون رفعت و بالایی، یعنی سقوط، یعنی پایین آمدن ارزش و از دست دادن ارزش ها که در اصطلاح متشابهات قرآن از او به نام بهشت و دنیا نام میبره، به نام بالا و مرحله طهارت و پایین و مرحله نجاست و مرحله چرک و عفونت نام میبره در مقابل اون پاکی. اون وقت انسان در این مسیر که قرار میگیره چون با تزلزل همراهه، اصلا واژه زلزله رو در اون آیه در قرآن به کار میبره، چون انسان دچار لرزش و دچار لغزش میشه و فرو میفته، لغزش در جاده انجام میشه، در مسیری انجام میشه که نشیب داشته باشه، سرازیری داشته باشه و در این نشیب که قرار میگیره راه برگشتی به طرف بالا نداره. کاری که شیطان میکنه این است که ما در قله یک کوهی در اوج ارتفاع کوه ارزش قرار داریم، جنت، در اونجا ما هستیم، اصلا در اونجا به وجود میاییم، پایگاه ما اونجاست، اونجا جایی است که ما خلق میشیم. ولی امکاناتی که خدا به ما داده، استعدادی که خدا به ما داده این است که ما اگر اراده کنیم که تسلیم طمع خودمون بشیم، زیر پای ما ثبوتش رو از دست میده و شروع به لرزش میکنه و این لرزش ما را از اون قله افتخار کوه، روی کوه ایستادید دچار لرزش میشید، لرزش به لغزش میکشید و از لرزش شما لغزش شما فراهم میشه و در مسیر سرازیری و نشیب کوه قرار میگیرید و کسی که از کوه در حال غلتیدن
و نازل شدن به درجه دنیا، یعنی به درجه پست و پایین هست، هرگز شما ندیدید که کسی که از کوه میفته اراده کنه و بعد برگرده خلط معکوس بزنه و به طرف قله کوه بره. جبر خلقت و جبر قانون نظام هستی بر این محور استوار است که اگر کسی از کوه سرنگون شد، این سرنگونی تا پایان دامنه کوه یا دنیا ادامه داره. به همین لحاظ هست که در تمثیلات قرآنی میگوید وقتی که شما تسلیم شیطان شدید و در رو باز کردید برای شیطان، مجبور هستید که عابد شیطان بشوید و شیطان معبود شما می شود، شیطان اله شما می شود، شیطان معبود شما می شود و شما عابد او می شوید. و واژه ابدا، عین و به و دال بارها گفتیم در این برنامه ها، یعنی که ناچیز، یعنی تهی، تهی از استقلال خواست، توهی از استقلال طلب. حالا انسان در مقابل خدا اگر که عبد بشه، انسان از خواست خودش تخلیه میشه و از خواست خدا پر میشه، یعنی وجود انسان پر میشه از خوشنودی خدا، هر کاری که میکنه برای خوشنودی خداست، از خودش کاری نمیکنه، خودش هیچ مطالبه ای نداره، خودش هیچ خواستی نداره، هیچ آرزویی نداره، خواست او خوشنودی خداست. چرا؟ چون خدا معبود است و او عابد و عبد شده، از خودش تهی شده، با معبود پر شده. حالا اگر انسان شیطان رو معبود خودش قرار بده، باز هم در مقام عبد از خودش خالی میشه، ولی این بار با چی پر میشه؟ با شیطان و خواستهای شیطان. صحبت به درازا کشید و حقیقتاً قصد من این نبود که اصلا این مطالب رو به این شکل مطرح بکنم. خواستم عرض کنم که اگر که انسان، خودم رو عرض میکنم، با این سنگینی ها و با این دشواری ها و با این دلهوره ها و دلشوره ها که هر روز و هر ساعت ادامه داره، هر روز و هر ساعت ادامه داره که فردا که این قبض رو باید بپردازم چه کنم، پس فردا که اجاره اینجا رو باید بپردازم چه کنم، پس انداز من و همسرم هم به پایان رسیده، این مخارجم هر روز ادامه داره و هر چه بیننده های ما بیشتر میشن، به سختی تعدادی احسان کننده زیاد میشه، ولی به آسانی تعدادی از کسانی رو که از قبل ما رو میشناختند یا داشتیم یا داریم، اونها رو از دست میدیم، حمایتشون رو. حالا یا به کشورهایی مسافرت میکنن که خطر داره، یا به هر علت، الان وارد اون مباحث نمیشم. خب گاهی از اوقات انسان فکر میکنه که این سختی هایی که وجود داره و این بدعهدی هایی که وجود داره و این غفلت هایی که وجود داره، که همه اینها ناشی از بدون ایمان بودن کسانی است که این شرایط رو به وجود میارن، ولی ما در مورد اونها نمیخوایم الان قضاوت بکنیم، راجع به خودمون قضاوت میکنیم که اگر من در این مسیر که گفت مولوی میگوید که قدم ها چوبی و این راه تفته، خدا میداند و آن کس که رفته، یه پای چوبی روی آهن مذاب، اون حال ماست در این فعالیت ها، در این خدماتی که انجام میدیم. همه این مقدمات قصد کننده ای رو که عرض کردم به خاطر رسیدن به این نتیجه بود که من اگر در این شرایط هم برای ادامه این کار یک دلار، یک تک دلاری پول مشروط قبول بکنم که آقا بس دیگه، مثلا
شما هر روز که بر تلویزیون ما روشن میکنیم یک مطلبی برای این آخوند بدبخت دارید. رها کنید این آخوند رو، قرآنتون رو درس بدید. من درس قرآن من همین موضوع مثالش در آخوند پیاده میشه، در ملا پیاده میشه، در مقام رهبری پیدا میشه، در ولایت پیدا میشه، در پادشاهی پیدا میشه، در حکومت پیدا میشه. اینها مثال هایی است که از قرآن به اینها میرسی. من مثال زدن از قرآن یاد گرفتم، من نمیتوانم که اینها را نگویم. خب آقا بالاخره شما یه امکاناتی هم به ما بدید. ما هم گاهی از اوقات میریم به قفقاز، بعضی وقتا میریم به اهواز، بعضی وقتا میریم به کابل، بعضی وقتا میریم به زابل. شما هم بالاخره ملاحظه ما رو بکنید. من ملاحظه هیچ کس رو نمیتوانم بکنم. اون بقیه شما هم اگر فکر میکنید که ممکن است که همین مختصر کمک های شما اشکال ایرادی برای شما پیدا بکند، کمک نکنید. بالاخره یک همه کارهای دنیای زمانی شروع میشه، زمانی هم تمام میشه. ما هم یک زمانی شروع میشیم، یک زمانی تمام میشیم. اما به عنوان یک وصیت، به عنوان یک نصیحت، سخن من این است که اون چرا که من در 70 سال از قرآن آموختم و تجربه کردم این است که اگر انسان برای رفع ضرورت‌های خودش، حتی تو قرآن اجازه میده در مورد اضطرار یه وقتی دیگه ای صحبت میکنیم، فوریت ها و اجبار ها، ولی اگر هم که من مجاز میبودم که نیستم که پول مشروط قبول بکنم، این پول مشروط همون خرمایی است که از ما تحت اون خر دجال، مقام رهبری خر دجال صادر میشه و سقوط میکنه و بیرون میفته. یعنی اون خرما نیست در واقع، اون پشکل اون الاغه، شکل خرما داره، رنگ خرما به او زدن، خرما نیست واقعا. خرما که از ما تحت حیوان خارج نمیشه، خرما از زمین خارج میشه. چون ما منشأ و مبدأ خرما رو نمیشناسیم، هر چیزی رو به نام خرما به ما میدهند. اما اگر من اون خرما رو مصرف بکنم، شاخ در میآورم و دیگر قادر نیستم به خانه شرافت و ناموس و حیثیت قرآن برگردم. من با قبول اون پشکل به جای خرما محارب با خدا میشم. چرا؟ دیگه نمیتونم با خدا دوست باشم، شاخ در آوردم، نمیتوانم به خانه خدا بازگردم با این شاخهای بلند، از در داخل نمیشوم. یک در 2 متر ارتفاع داره، شاخ من 100 متر ارتفاع پیدا کرده. من باید در صحرا سرگردان بشم و هر جایی که این الاغ میره او رو به عنوان راهبر و به عنوان رهبر. قصد من توهین به شخصیت خاصی نیست، ترسی هم من از هیچ کس ندارم، نه شخصیت بالا نه شخصیت پایین. اما قصد من توهین به، میگم مقام رهبری، فکر نکنید که من گوشه و کنایه به کسی میزنم. مثلا کار من گوشه و کنایه زدن کار شیطانه. من شیطان نیستم، من انسان هستم، گوشه و کنایه هم نمیزنم. میفهمم که مقام رهبری ممکن است فکر کنید که ما به ولایت فلان کشور نیست، اینطور هر وقت هم لازم باشه این کار رو انجام میدم، ولی الان سخن من سخن راهبری است. حالا اگر که او این لغت رو دزدیده، دلیل بر این نمیشود که اگر من این لغت رو استفاده میکنم مقصدم او هم اشاره ای به اوست. بگذاریم، وقتی که ما الاغ رو، که این الاغ نیست البته، این خر دجال شیطان است که در قالب یک الاغ ابله ظاهر میشه، ولی اصلا ابله نیست. این تنها خریست که خریت نداره. خر دجال تنها خریست که روباه در لباس خر هست و در قالب خر کار روباه رو انجام میده و فریب روباهی داره، روبهانه حرکت میکنه.
افراد هم دنبالش میرن. از کجا ما به این دنبال روی و تابعیت رسیدیم؟ از یک اشتباه کوچک، از یک خرمای کوچک. آقا شما با این همه بدبختی و بیچارگی این تلویزیون رو اداره میکنید، اصلا پول برای ما رقمی نیست. این ما این رقم رو مینویسیم، هر چند تا صفر میخواید جلوش بگذارید، خود کوتاه بیایید داخل. این حرفا و اینها درست نیست، کارتون به مقصد نمیرسه. از اینجور نصیحت هایی که میکنن و کار ما این باید باشه که ببخشید شما که نصیحت میکنید، آقای ناصح یا خانم ناصح، ماه قبل چقدر شما دادید به ما؟ مثلا فرض کنید 200 دلار دادیم. این 200 دلار ماه قبلتون رو بگیرید، نصیحتتونم ببرید برای جای دیگه. چرا؟ برای اینکه من اگر 1 دلار، 1 سنت، 1 پنی، 1 خرما از شما بگیرم، اون وقت البته شما که خریدار نیستید، شما مقام خیلی بالایی دارید، ولی به هر حال هر چی که هستید، من باید عبد شما بشم و بعد هم تمامی نداره. یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری، مرتب این شاخها بیرون میاد. در مثال دراکولا در ادبیات غربی، وقتی که خفاش یک انسانی رو خونش رو میخوره، هم خونش رو میخوره هم وارد خونش میشه. یعنی شیطان هم خون انسان رو میخوره هم وارد انسان میشه و تسخیر میکنه انسان رو. و اون انسانی که تسخیر شیطان شده، اون انسانی که یک کنتی بوده، یک چه میدونم شاهزادهی بوده، یک پادشاه بوده اصلا خودش، ولی به مناسبتی تسلیم خفاش میشه و اجازه میده که خفاش یک در واقع قطره خون او رو بخوره. این تماس او با خفاش، تماس او با شیطان، این کنت رو تبدیل میکنه به خفاش انسان نما. و این خفاشی که در درون انسان میره با همون قطره خونی که معادله و مبادله میشه، خورده میشه. و این شخص در واقع خفاشه در لباس انسان. بزرگترین اشکالی که برای این شخص به وجود میاد، تغییر و تحول ارزش هاست. ارزش هاش از بین میره. یعنی این دراکولا تا دیروز برای زنده بودن آب میخورد، غذا میخورد، گوشت میخورد، شیر میخورد، بالاخره همین غذاهایی که همه ما میخوریم. ولی از وقتی که در او این تحول به وجود آمد، اشتهای خوراک از بین میره، امکان تغذیه مطهر برای او از بین میره، امکان تغذیه طیبات به زبان قرآن برای او از بین میره و در واقع طعم طیبات برای او تلخ میشه و او فقط از خون تغذیه میکنه. یعنی این تحولی که در شخص به وجود میاد، خود او رو تبدیل به یک خفاش خونخوار میکنه. چه کرده؟ یک قطره خون مبادله کرده. خفاش فریبش داده، حالا گفته به پادشاهی میگذارمت، به رهبری میگذارمت، به ولایت میگذارمت، یک قطره خون به من بده یا بگذار من یک گاز از بدن تو بگیرم، یک قطره خون از تو بمکم. دیگه دنیا که آخر نمیشه، یک این همه خون در بدن تو از یک قطره شما بخورم، ده بیا بخور. همون تحول درش ایجاد میشه و او تبدیل میشه به خفاش، تبدیل میشه به شیطان. و وقتی تبدیل شد به شیطان، اشتهای شیطانی او با اشتهای انسانی تفاوت میکنه، ارزشهاش عوض میشه. در مثالی که باز در این اسطوره زده میشه، خوراک او عوض میشه، مطالباتش عوض میشه، فقط خون میخوره.
اشکال این کار اینه که این دراکولای خفاش انسان نما مجبور برای زندگی خون بخوره و اون وقت هر کسی رو که پیدا بکنه و خون او رو بخوره تا زنده بمانه این شیطان، اون شخصی که به این شیطان خون داده خود او هم تبدیل میشه به یک موجود خونخوار، از او هم یک دراکولا زاییده میشه. پرسیده بودند در سوالی که همه این بحث امروز مربوط به اون شد که چطور تولید مثل میکنه شیطان، چون شیطان یک تفاوتی که باز بنا به گفته های قرآنی با انسان داره این است که انسان مؤنث و مذکر داره، انسان زن و مرد داره که اینها در اثر مقاربت و نزدیکی تولید مثل میکنند و بقای انسان، بقای موجودیت انسان از طریق تناسل انجام می شود و تناسل از طریق تکامل ادغام یا تکامل مقاربت انجام می شود که مرد کامل نیست، زن هم کامل نیست، اینها وقتی که ما هم نزدیک می شن به اون کمال تناسلی و تولیدی می رسند و موجب می شن که از اینها موجود دیگری به وجود بیاید، مولد می شن به اصطلاح. تولید شیطان از طریق تناسل نیست، تولید شیطان از طریق تسری هست. ما باید بین تسری و تناسل یک محدودیتی قائل باشیم. که انسان از طریق تناسل یعنی تولید از طریق تولید نسل کردن که در واقع دو تا انسان با هم ترکیب میشن، با هم نزدیک میشن در جهاتی به صورت نسبی و به صورت قسمتی با هم نزدیک میشن و در بعضی از جهات که با هم نزدیک میشن این نزدیکی از اتحاد به وحدت میرسه و در این اتحاد وحدت ایجاد میشه و تولید یک نطفه‌ای به نام نطفه واحد میکنه که از هر دوی اینها داره ولی هویتش مستقل از اینهاست. اینجاست که تولد به وجود میاد و به این پروسه و به این تغییرات و تحولات تناسل میگوییم که تولید از طریق نسل در واقع باید معنی بشه. در مورد شیطان، شیطان چون نر و ماده نداره و بعد هم شیطان جسم نداره، عجب، موضوع خیلی پیچیده شد. چطور شیطان وجود داره، جسم نداره ولی تولید میکنه و تولیدش هم از طریق تناسل نیست، چون تناسل اندام لازم داره، جسم لازم داره، فعل لازم داره، یعنی برای انجام تناسل هم جسمیت لازمه، هم جنسیت لازمه، هم فعلیت لازمه. اینها رو هیچ کدوم شیطان نداره. شیطان نه فعلیت داره، نه جنسیت داره، نه جسمیت داره، یعنی هنوز هم وجود داره. درست مثل همون خفاشی است که هیچ کدام از این خاصیت‌های خونخواری دراکولا و شیطانی دراکولا رو نداره. یک پرنده ضعیف بیچاره جا افتاده. ولی به محض اینی که یک قطره از خون او رو تحمل کردید و پذیرفتید، اون وقت همه اندام شما، همه قدرت شما، همه سیاست شما، ذهنیت شما،
معلومات شما، امکانات و نفوذ شما تابع اون میشه و اون میشید اصلا. این روش تسری صفات شیطان، فعلیت شیطان رو به وجود میاره و اون چی که مورد نظر هست صفات فعلی شیطانه که توسعه پیدا میکنه. در واقع صفات شیطانی شیطان از طریق تسری تناسل پیدا میکنه. تولید شیطان یا تکثیر شیطان و تولید مثل شیطان و بچه دار شدن شیطان از طریق تناسل انجام نمی شود، از طریق تسری انجام می شود، سرایت می کند. از طریق سرایت کردن تکثیر و در واقع متعدد می شود و به اندازه تمام آدم هایی که روی کره زمین زندگی می کنند به همون مقدار شیطان در قوه وجود داره، که این شیطانی که در قوه است و تبدیل به شیطان فعلیت دار بشه، یعنی شیطان در قوه تبدیل بشه به شیطان در فعلیت. و بعد خب این آدمی که میمیره الان شیطانش هم میمیره با خودش، یک آدمی دیگه به دنیا میاد، هنوز شیطان نداره. پس باید یک شیطان زاییده بشه، یک شیطان به وجود بیاد که اون شیطان در درون انسان جا بگیره. در واقع تکثیر شیطان و تولید مثل شیطان در قوه همراه با تولید انسانه. انسان وقتی به دنیا میاد در قوه او هم جن وجود داره، هم فرشته وجود داره، هم شیطان وجود داره، هم خدا وجود داره، هم قرآن وجود داره، هم هدایت وجود داره. اینها همه در قوه هستند. قوه یعنی وجود داره ولی محسوس نیست و از او فعلیت و اثر سر نمیزنه. ما این میگیم قوه. در مقابلش فعله، که چیزهایی که از قوه وارد فعل میشن اون فعلیت و اون در واقع اعمال صفات قوای او وجود اون صفات رو نشون میده. یعنی هر وقتی که قوه در قوه بودنش هست، بود و نبودش یکیست. هر وقتی که امکانات و استعدادی در شخص وجود داشته باشه، قادر باشه از این قوه یک مقداری تبدیل به فعل بکنه، قوه در فعلیت دارای اثر میشه و ما آثارش رو میبینیم، به وجودش پی میبریم. این تحولیست که از قوه به فعل انجام میشه. شیطان در قوه در همه ما وجود داره، یا در زبان قرآنی و زبان عرفانی به اون نفس میگویند، که در همه ما نفس وجود داره. هم نفس جن وجود داره، هم نفس شیطان وجود داره، هم نفس فرشته ها وجود داره، نه یک فرشته. هرچه فرشته خدا خلق کرده در مقام قوه در نفسانیات انسان موجوده. یک فرشته نیست که خدا خلق کرده باشه و ما در نهاد قوه‌ای خودمون اون فرشته رو نداشته باشه. یک جن نیست که خدا آفریده باشه و اون جن در وجود ما نباشه. یک شیطان نیست که خدا آفریده باشه و صفات شیطانی که خدا آفریده باشه و اون صفات شیطانی در نفسانیات ما نباشه. و خود خدا که یکی بیشتر نیست، او هم هیچ جایی در مقام آموزش و در مقام هدایت موجودیت خدا جز در ذهن انسان به صورت قوه هیچ جای دیگری نمیتواند باشد. جای دیگری وجود ندارد.
اون وقت ما وجود خدا رو حس نمی کنیم، ما وجود شیطان رو هم حس نمی کنیم، وجود جن رو هم حس نمی کنیم. اگر حفظ می کردیم که این همه لاتعالات و بیهودگویی راجب جن نمی کردیم و کتاب های مختلف راجب جن نمی نوشتیم، همین دلیل بر نادانی ماست که ما نمی فهمیم راجب جنی صحبت می کنیم که او رو در بیرون به مردم نشان می دیم، در حمام های قدیمی، در بناهای کهنه، در ویرانه ها، مخروبه ها. این حرف های واقعا به هر حال حرف هایی که درست نیست، در صورتی که جن در وجود خود ماست و ما رفرنس های قرآنی رو هم به غلط ترجمه میکنیم، به غلط تعبیر میکنیم. وقتی که قرآن میگوید این جن ها مسلمان دارن، کافر هم دارن، افراد نادان، به همین شکل متشابهات قرآن رو به نام محکمات میپذیرند افراد نادان. و افراد مشرک و کافر و کسانی که در واقع مجادله میکنند دست به تمسخر و استهزا میزنند که ببینید قرآن میگه که جن ها مسلمان و کافر هم دارند و بعد شروع به خندیدن میکنند، در صورتی که همین بیانات قرآن ما رو هدایت میکنه که ما که ندیدیم تا به حال چیزی به نام مستقل جن در جایی باشه که قامت و اندام جسمانی داشته باشه، حالا چه برسه به اینکه ازدواج کنه و بعدم رابو طلاق بده. بعد میگوید که جن ها مسلمان و کافر دارند. قرآن دیگه به چه زبانی بگه که جن خود تو هستی، تو دارای دو نفس هستی، نفس خاکی و نفس جهنمی، نفس جهنمی تو از آتش آفریده شده و به اون موجودی که از آتش آفریده شده و شعله است که در وجود تو می سوزاند اسم اون جنه. اگر نه این است که قرآن میگوید جن ها از آتش ساخته شدند، آیا واقعا همین آتش بیرونی، آتش هیزم و زغال و نفت سیاه رو میگوید که این شعله ها شعله های شیطان هستند؟ اگر قرآن رو اونطور میخوانید که بخوانید، جاهایی هم هستند که همونها رو درس میدن به شما، بروید و به اونها گوش بدهید. اما اگر که مفاهیم قرآن رو، یعنی ادغام کردن محکمات و متشابهات قرآن و از شراکت و ترکیب اینها به یک نتیجه مستدل منطقی باید برسید، نگاه بکنید ببینید که این وجود ما که در آتش زندگی میکنه، این جنی که در وجود ماست و در آتش طمع و گناه ما زندگی میکنه، همون جنی هست که قرآن وعده میکنه و نشان میده و آدرس میده یا نه؟ و اگر موجود بشری تنها موجودی است که میتواند هدایت بشود که مسلمان بشود یا کافر بشود، هیچ موجود دیگری رو قرآن نمیگوید که دارای این نیرو هست غیر از انسان، بنابراین انسان به لحاظ داشتن اراده و عقل و امکان و فعلیت و استعداد و توان و مسئولیت و امکان و استعداد و قوه و علم شده انسان. حالا چه کسی میتواند که دارای دین باشد اگر امکان نداشته باشد، استعداد نداشته باشد، فعلیت نداشته باشد، اندام نداشته باشد، مسئولیت نداشته باشد، چه احتیاجی به دین داره؟ پس جن همه این خصوصیات رو داره که مسلمان و کافر میشه. آیا هنوز هم قرآن نتوانسته به ما بگوید جن چیست و جن کیست؟ در غرب مقدار زیادی برای اندیشمندان این موضوعات حل شده، اونها هم وحشت دیندارها رو دارند و کمتر در نوشته هاشون با این صراحت به این موضوعات اشاره میکنند که وقتی که ما
پایگاهی هستیم که دعوت میکنیم از شیطان، یعنی تابع شیطان میشیم. به شیطان میگیم چی میخوایی تو؟ میگه ثروت بیش از حد میخوام، شهوت بیش از حد میخوام، تکاثر میخوام، این میخوام، اون چیزهایی که شیطان میخواد. یه تأمین میکنیم برای او، میشیم نوکر و خدمتگزار و عبد شیطان و تسلیم شیطان میشیم. دست ما دست شیطان میشود، چشم ما، سر ما، ما میشویم شیطان. شیطان در قالب انسان، جن در قالب انسان. شیطان ها همه بد هستند، بنابراین ما تابع هر شیطانی که بشویم بد بشویم. اما جن ها بد هستند، خوب هم هستند. جن اشاره به نیرویی است که هم میتواند خوب باشد هم میتواند بد باشد. بسیار دقت باید انسان بکنه در برخورد با جن و قبول جن در وجود خودش. به شوخی و مسخره نگیرید که خب حالا ما باید جنگیر هم بشیم بریم دنبال جن، جن رو پیدا بکنیم. نه، شما وقتی که در زندگی به یکی از این سه عامل تن در می دهید و با اونها به رضایت می رسید و با اونها به توافق می رسید، یکی شیطان، شیطان هیچ خوبی نداره، اگر تسلیم شیطان شدید شیطان می شید. یکی فرشته هست که در وجود ماست، ولی ما برای رسیدن به فرشته خیلی راه سختی در پیش داریم. باید متقی باشیم، باید ذکی باشیم، باید که خیلی مشخصات داره، تقوا باید داشته باشیم تا بتوانیم تبدیل به فرشته بشویم، یعنی این وجود خودمون رو تسلیم بکنیم به فرشته. یعنی فرشته در قالب انسان، دارای اندام انسانی است، ولی این فرشته است که داره این کار رو میکنه. موجودات دیگری هم هستند در ما که هم یک دست دارن که دست شیطانی است، یک دست هم دارن که دست فرشته و ملک هست. ما گاهی از اوقات به دست شیطانی اینها تسلیم میشویم، گاهی از اوقات به دستهای فرشتهی این افراد متوسل می شده. در واقع جن یک پلیست بین شیطان و فرشته. امتیاز جن در این است که ما راه برگشت از جن رو داریم، یعنی ما اگر با جنهای بد در ارتباط بر بیاییم، در واقع با شیطان در ارتباط بر آمدیم. راه برگشت از جن وجود داره. به این خاطر هست که جن کافر و جن مسلمان در قرآن آمده. اما شیطان کافر و شیطان مسلمان در قرآن نیامده. شیطان در هیچ عنوانی تسلیم نمیشه. یعنی ما اگر شیطان رو پذیرفتیم هرگز تسلیم خدا نمیشویم، فقط تسلیم شیطان هستیم. و تسلیم شیطان هستیم، شیطان میشویم. اگر تسلیم جن بشویم، باید ببینیم تسلیم جن مسلمان شده ایم یا تسلیم جن کافر شده ایم. جن عبارت است از نفسانیاتی که هم از فرشته و هم از شیطان در او هست و در واقع حالت اختیار انسان رو نشان میده در ارتباط با نفسانیات، که ما در ارتباط با نفسانیات تا اونجایی که هنوز اراده ما در انتخاب با ماست، ما با اون جنهای درونی سر و کار داریم. ولی وقتی که کار ما به اکتساب رسید، یعنی از اختیار خارج شدیم، از علت معلول رسیدیم، یعنی اگر که شیطانی رو که در نفسانیات جن وجود داره او رو پذیرفتیم، دیگه راه برگشت نداره. این است که می شود گفت جن در واقع یک حالت زوجمته ای نیست که بین شیطان و فرشته وجود داره. و نهایت امر وقتی که انسان تصمیم خودش رو گرفت
و از جن مسلمان به فرشته رسید و همه خصوصیات فرشتگان را، در قرآن فرشته به صورت جمع آمده، همه خصوصیات فرشتگان را انسان پذیرفت، اون وقت خدای بالقوه‌ای که در وجود انسانه تبدیل به خدای بالفعل میشه و خدای بالفعل، ما خدای بالفعل میشیم. چطور خدای بالفعل میشیم؟ که همه اون چی که به نام اسماء الحسنا در مورد خدا گفته میشه در مورد ما گفته میشه، در مورد شما گفته میشه. یعنی وقتی خدا رو در وجود خودتون پذیرفتید، خدا که از قوه به فعل تبدیل میشه، اون وقت شما رحمان میشید، شما رحیم میشید، شما ستار میشید. تمام اون 99 اسمی رو که به خدا اختصاص دادن، اونها صفات فاعلی خداست. یعنی باید فعلیت پیدا بکنه. هر فعلیتی یک اندام میخواد، یک مکانیک میخواد که فعلیت انجام بده. اون مکانیسمه و اون اندام جز شما چیز دیگری نیست. یعنی وقتی که شما در واقع صلاحیت پیدا کردید، خدایی که در قوه در وجود شماست تبدیل به فعل میشه. از کجا میفهمیم تبدیل به فعل شده؟ از آثارش. یعنی از شما آثار خدایی در صفات خدایی ظاهر میشه. همینطور که میتوانیم ما خودمون رو تسلیم شیطان بکنیم و آثار فعلیت شیطان رو در جامعه ایجاد بکنیم. بحث رو به اینجا میبندم قبل از تنفس که ما با یک خرما میتوانیم که دارای شاخ بشه، و چون من شخصا شاخ و اینها دوست ندارم، اون خرما رو هم نمیخورم و با خر دجال هم به جنگ بر نمیایم، چون میدانم که چقدر خر غیر دجال دنبال خر دجال هستند و در اثر خوردن خرماهای اون خر دجال چه تسری شیطانیت بین اون خر و خرهای دیگه به وجود میاد و چه لشکری از خران، که حالا باید به اونها بگوییم که لشکر خران دجال، که هر کدام یک قطره خون خوردند و تبدیل به دیگری شدند و یک لشکری از دراکولا به وجود آمده، با یک خرما شروع شده. کسانی که به ما پیشنهاد میکنند که کوتاه بیا یک خرما بخور، حالا این آقا آمده میگویند مامای 10,000 دلار، 20,000 دلار، 30,000 دلار میدم، بگیر یک کمی کوتاه بیا، بهتر از این بدبختی که 10 دلار، 5 دلار، 20 دلار جمع بکنی. امیدوارم این پاسخ رو که مدت ها سعی میکردم که وقت این برنامه رو نگیرم برای این، ولی دیدم که شاید ارزش طرح این مطالب به اندازه ارزش تعلیمه آیه های قرآن باشه و به شما هم جرأت و شهامت بده که این مسیر رو با من همگام باشید و مقاوم باشید. گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. دقایق کوتاهی به تنفس می‌پردازیم، باز می‌گردیم با شما خواهیم بود.